یکی از محصولات جدید برند آمازون پیشبند شاشی براشلس با کد BL21B مسئولیت شرکت ابزار تحویله پیچبندی که امکانات خوبی رو در اختیار میذاره اگه میخوای راجع به امکانات و قیمت این پیشبند بیشتر بدونی تا آخرین ویدیو با من باش. قبل از اینکه بخوام بررسی این پیشبند شارژی رو شروع کنم جا داره یه تشکر ویژه داشته باشم از شرکت ابزار تحویل نماینده و وارد کننده انحصاری برند آمازون که این پیش بند شارژی رو برای تهیه این ویدیو در اختیار من قرار دادم در نگاه اول یه روکش مقوایی شکل که تصویر بند شارژی برند آمازون و گارانتی دوازده ماه روی بسته دیده میشه یه کیف BMC که نظر طراحی و ظاهر هیچ ایرادی رو نمیشه ازش گرفت چون همه چیز خیلی خوب در کنار هم چیده شده و یک کیف مکعبی با نقش و نگار یک دست رو بروته با اینکه قبل پلاستیکی داره اما خیلی خوب چفت میشه و یک دسته ای نگه که اونم از جنس پلاستیک فشرده است با یک طراحی جالب و جمع و جور ازش برای جابجایی و حمل و نقل این پیش بند شارژی استفاده میشه و برند آمازون به رنگ سفید روی این کیف BMC دیده میشه میرم برای جابجایی وقتی که برای اولین بار این کیف PMC رو باز می‌کنی یه کاور پلاستیکی شکل رو می‌بینی که ابزار داخل کیف رو در خودش جای داده یا به قول معروف بغلشون کرده که هر کدوم از این ابزار رو, رو تکون بدی متوجه میشه که تو جای خودش کیپ شده و اصلا تکون نمیخوره و این رو هم در نظر داشته باش که این لایه پلاستیکی خودش وظیفه زربگی رو انجام میده به شارژر دستگاه میرسم شارژری با وزن کم بدون کسی در منتاش با دو تا چراغ خوشدار کابل برق و یا یک دو شاخه از اونجایی که شرکت ابزار تحویل بهم سپرده که اگه ایرادی توی دستگاه دیدم حتما اعلام بکنم وظیفه خودم دونستم که یه نکته راجبه شارژر بگم هیچ اطلاعاتی راجب ورودی و خروجی و یا مشخصات این شارژر در دسترس نیست و در این قسمت درج نشده که این خودش یک ایراد به حساب میاد و امیدوارم شرکت های وارد کننده ابزار که هر جا میری تبلیغشون هم همه جا هست از شرکت ابزار تحویل یاد بگیرن که انتقاد پذیر باشن نه اینکه برن از یک منتقد شکایت کنن در هر صورت یه کابل حدود یک متری داره با دو تا چراغ LED وقتی که به برق وصل میکنی چراغ LED سبز رنگ روشن میشه وقتی که باتری رو بهش وصل میکنی چراغ LED سبز خاموش و چراغ LED قرمز به معنی شارش کردن باتری روشن میشه به خود باتری میرسم دو تا باتری 21 ولت دو آمپر که داخل هر کدوم از این قاب ها پنج تا باتری در کنار هم چیده شده که وقتی جریان رو اندازه گرفتم به عدد 19 ممیز 4 رسیدم که خروجی واقعی این باتری بوده و 21 ولت خروجی حد که از سمت شرکت اعلام شده قاب باتری بدون پلیسه همراه با نقشانگاره جالب و جذاب فنر باتری بدون گیر کردن و بسیار نرم و روون و باتری به خوبی روی شارژر سوار میشه و بدون نیاز به فشار اضافی به شارژر وصل و جدا میشه یکی از مزیت های این باتری اینه که نشانگر درجه شارژ داره و با یه دکمه بسیار نرم الیدی های بسیار روشن سبز رنگ موقعیت میزان شارژ باقی مونده رو به نشون میده به خود دستگاه میرسم اول از اینکه بگم خوش دسته ضربه گیر دور تا دور پیچ دیده میشه هفت تا شیار مجزا برای خونه کردن قطعات داخلی روی بدنه طبیعه شده به خوبی تراش خوردن پلیس دیده نمیشه و به اندازه کافی هم میتونه هوا رو به داخل دستگاه برای خونه کردن قطعات هدایت بکنه پوستم از ذخامت خوبی برخورداره کسیفی منتاج روی پوست دیده نمیشه و درز غیر معمول رو هم نتونستم پیدا کنم به کلید ها میرسم نه توی کلید پاور نه روی کلید چپدور و راستور و نه روی کلید تغییر سرعت هیچ لقی دیده میشه تنها ایرادی که میتونم از این کلیدا بگیرم فقط کلید تغییر حالته که به نظرم یه مقدار کوچیک اما تحت هیچ شرایطی کلید تغییر سرعت میانه ای را گیر نمیکنه انگار طوری طراحی شده که موظف یا به جلو حرکت کنه یا بیاد عقب که اگه قبلا با پیچبند شارژی از برندهای موجود در بازار کار کرده باشی متوجه منظورم میشی پیچبند شارژی آمازون سه حالت داره حالت پیچ بند که برای باز و کردن پیچ مورد استفاده قرار میگیره و برای این حالت حتما باید کلید تغییر سرعت رو روی شماره یک قرار بدی تا سرعت سنزان از 0 تا 400 دور بر دقیقه تغییر بکنه حالت وسط حالت متعی برای سوراخکاری فلز و چوب مورد استفاده قرار میگیره و کلید تغییر وضعیت رو باید از یک به دو تغییر بدی به گفته ای آمازون این پیشبند شارژی میتونه از صرف تا 1500 در گردش آزاد رو به سه نظام منتقل می کنه و حالت آخر حالت چکشی با لنگ انداختن سه تغییر وضعیت میده و در این حالت برای سرخکاری سنگایی با تراکم نشندان بالا مثل کاشی و سرامیک و یا حتی آجر مورد استفاده قرار میگیره پیچمند شارژی آمازون میتونه تا 23 نیوتن بر متر قدرت گشتاور ایجاد بکنه به سه نظام دستگاه میرسم یه سه فلزی قفل شونده و تکه که البته در نگاه اول اینطور به نظر میرسه چون در اصل این سه نظام سه تکه است و تکه اول مربوط به حالت قبشوندگی این سه نظامه قطعه وسط که خود سه و قطعه جلو مخصوص خلاص کردن کلاج سه نظامه کیفیت سه نظام خیلی خوبه و به نظرم نمیشه ازش ایراد گرفت تیغه متگیر خوب چف شده به طوری که حتی میتونی مته یک رو هم روی این دستگاه وصل کنی بدون اینکه مته در جای خودش لغ بزنه و یا در بیاد یه نکته که راجع به باتری این دستگاه یادم رفت که بگم اینی که به غیر از اینکه روی خود باتری نشانگر درجه شارژ تعبیه شده روی بدنه پیشبند شارژی هم این نشانگر وجود داره یعنی موقعی کار کردن با این دستگاه همزمان میتونی مانده شارژ باتری رو هم ببینی که به نظرم حرکت جالبی بود که آمازون انجام داد مقدار نفوذ در سوراخکاری در فلزات 15 میلیمتر و در چوب 30 میلی آمازون به غیر از گارانتی دوازمایی که برای این پیشبند شارژی در نظر گرفته باتری رو هم جز گارانتی به حساب آورده اسم چند تا شرکت رو بگو که باتری مسئولاتشون رو گارانتی کرده باشن حالا این پیشبند شارژی مناسب چه اشخاصیه تو میتونی این پیش بند شارژی رو در کارگاه های MDF نجاری سنایه چوب گاراژی و مکانیکی و تحسیصات استفاده بکنی میرسم به بحث شیرین قیمت. این ویدیو در آبان ماه 1403 در حال ضبط شدنه و قیمتی که میشه در بازار تهیهش کرد حدود 3 میلیون تومنه به انتهای این ویدیو جبه گشایی و بررسی رسیدم و قبل از اینکه بخوام این, این ویدیو رو تموم کنم جا داره یک بار دیگه تشکر ویژه داشته باشم از شرکت ابزار تحویل نماینده و وارد کننده انحصاری برند آمازون در ایران که این پیشبند شارژی رو برای بررسی در اختیار من قرار دادن. ممنونم که تا آخرین ویدیو با من بودید و دمتم گرم